هیچ کدوم اینایی که میگه اصلا وجود خارجی نداره، همش دکوریه، قشنگ داره از سادگی زنا سوء استفاده میکنه. سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ایمان رادم و تو این ویدیو میخوایم با هم راجع به یکی دیگه از شارلاتانای اینستاگرام صحبت کنیم. یه خانم شیک از این کلمات استفاده میکنه. زهر مار تو برو امرات درست کن. آی بسوزی اینستاگرام، چه آدمای درب و داغونی رو شاخ کردی. اینکه هر کسی چه محتوایی تولید کنه به خودش مربوطه. مخاطبم حق انتخاب داره. طبق شخصیت و فهم و شعورش انتخاب میکنه که کیو دنبال کنه. حالا اینکه مخاطب ایرانی تو چه سطحیه رو خیلی راحت میشه فهمید. ببینید چه پیجی با چه محتواهایی فالوورای زیادی دارن. تا به مخاطبم میگی بالا چشت ابروه، بهشون بر میخوره، میریزن، میگن وای به مردم توهین نکن. اصلا بحث توهین به مردم نیست، بحث واقعیت جامعه ماست، حقیقت و تلخه. وگرنه اینا که این آدم ها رو دنبال میکنن از کره مریخ که نمیان، که همشون همینجا دارن زندگی میکنن. خلاصه وضعیت اینه، دور شالاتان بازیه. اولین قدم برای رسیدن به موفقیت، باور موفقیت. بریم سراغ موضوع این ویدیو. پیج این خانومو چند ماه پیش برای من فرستادم و قرار بود خیلی زودتر براش ویدیو بسازم، اما دقیقاً موقعی که میخواستم ویدیو بسازم اومد گفت من حاملم. در نتیجه من دست نگه داشتم که زایمانشو انجام بده، خدای نکره اتفاقی برای اون بچه نیفته، چون احتمالاً بعد از دیدن این ویدیو آبرویی براش نمیمونه. ببینید خیلی راحت میشه آدم های شارلاتان رو تشخیص داد. کسی که میاد تو بایو پیجش چوسیه یه مدرک آنلاین از یه کالج کانادایی رو میاد، اگر شارلاتان نیست پس چیه؟ این اگه یه مدرک درست حسابی از یه دانشگاه درست حسابی داشت چی کار میکرد؟ بعد خیلی بی ربط اومده یه پین گذاشته، یه آدرسی رو توی نیویورک نوشته، یه بزرگنمایی الکی که مردم تو نگاه اول اونایی که نمیشناسن میگن او اون چه خفنه، نیویورکه، در صورتی که ایشون ترکیه زندگی میکنه و این آدرسی که نوشته مربوط به مؤسسه‌شه. البته مؤسسه که چه عرض کنم، کلا یه وبسایت، هیچ فعالیتی هم نداره. توی این عکس میتونید ببینید آخرین آپدیت سایتش برای زمانی که 280 کا فالوور داشته الان 580 کا فالووره. همه اینا دکوریه برای اینکه دهن پر کن باشه. دارای مدرک بین المللی، آدرس نیویورک، وبسایت .com. چرا؟ چون همتون دلیلشو میدونید، عقل مردم به چشمشونه. تو جامعه مرد سالار ایران اگه بخوای راحت تر دیده بشی باید چی کار کنی؟ دقیقاً تمرکزتو بذار روی خانوما، زنهای قدرتمند، زنها و دختران مستقل، زنهای موفق در دنیا مستقلن، زنان آلفا، زنان آلفا، زنان موفق، زن قدرتمند، دختر مستقل. یه سری جمله انگیزشی بزک شده رو تحویل مخاطب میدی، زنا و دخترها که به هر شکلی توی این جامعه سرکوب شدن استقبال میکنن. ولی بدونید آدمایی که بیش از حد روی همچین موضوعایی فشار میارن و تمرکز میکنن آدمای نرمالی نیستن. این یکی از راههای شناختن آدمای شارلاتانه. گول ظاهری که براتون میسازن رو نخورید. خلاصه از همون اول فهمیدم با کی طرفم، ولی میمادم چی میگفتم. این ویدیوها رو 70-80 هزار نفر لایک میکنن. مخاطبی که غذا خوردن و چجوری قاشق چنگال دستش بگیریم براش جذابه، من چی باید بهش بگم؟ تو چه خانواده‌ای بزرگ شده؟ با چه سطحی از مخاطب من طرفم؟ چی باید بهش بگم که اون حرف منو بفهمه؟ بعد جالبه که دیدم 30-40 نفر از دوستای خودم، آدمایی که میشناسمشون، هم این آدمو فالو دارن. ازشون، از چند تاشون رندوم پرسیدم آقا اینو برای چی فالو میکنی؟ همشون بدون استثنا گفتن یکی دوتا از ویدیوهاشو دیدیم، محتواش جالب بود، دیگه فالو کردیم، همینجوری موند. خب همینجوری دونه دونه بدون دلیل این آدما رو نگه می‌دارید و شاخ می‌کنید. شاید خیلی از همین آدمایی که همینجوری اینا رو فالو می‌کنن هیچ وقت از اینا چیزی نخرن، اما همینا شرایطی به وجود میارن که اون آدمای ساده‌تر که توی پیج اینا هستن مورد سوء استفاده قرار بگیرن. بگذریم، من مطمئن بودم از این آدم یه سوتی پیدا می‌کنم و کردم. چند تا استوری ازش گذاشتم، طرفداراش اومدن تو پیجم. آره این مثل بقیه بلاگرا نیست، چیزی رو تبلیغ نمیکنه، فقط نکات آموزشی خیلی خوب داره، الکی بهش گیر نده. ولی خیلی جالب بود، جملاتشون خیلی تاکید داشتن روی اینکه این اصلا هیچ محصولی رو تبلیغ نمیکنه و خود این به نظر من آنورماله. چرا؟ چون یه بلاگری که صفحه پربازدید داره، داره وقت میذاره برای مخاطبش، چرا نباید استفاده بکنه از این فرصت و حالا درآمدی داشته باشه؟ معقول و منطقی. شاخکام رو همین موضوع تکون خورد و پیگیرش شدم. دیدم بله، فقط و فقط یه محصول و یک پیج و یه کمپانی رو معرفی میکنه که آره من سالها سالم از محصولات اینا استفاده میکنم برای مراقبت از پوست و مو. البته بعد از زایمانش هم قرصای لاغری همون کمپانی رو معرفی کرده و میدونید دیگه اکثر این قرصای لاغری
اصلا مجوزه درست حسابی ندارن، توی اکثر شیشه استفاده شده، معلوم نیست توی اینا چیه و خیلی آسیب میرسونه به اون کسی که داره اینا رو استفاده میکنه. رفتم تو اون پیجی که تگ میکنه، دیدم بله یه سری محصول امریکایی مربوط به پوست و مو زیبایی میفروشن، پیجه ولی فارسیه. سرچ کردم دیدم نه، این کمپانی برای مخاطبین غیر ایرانی هیچ پیجی نداره. عجیب نیست؟ و یه نکته جالبتر، دیدم یه پکیجی رو به اسم خود این خانم آماده کردن، گذاشتن تو اون سایتی که محصولاتو میفروشه که مخاطبینش مستقیم بیان اونا رو بخرن. ما این همه بلاگر زیبایی و مرتبط با پوست و مو داریم، اما این خانم انقدر عزیز بوده اومدن به خاطر مخاطبین پیجش یه پیج فارسی و یه سایت فارسی گذاشتن و یه پکیج به اسم ایزدن دارن میفروشن. عجیب نیست؟ اینجا هم یه نقطه دیگه بود که من مطمئن شدم این آدم شالاتانه، ولی ببین چقدر مخاطباش داغون و بیسوادن که انقدر تابلو داره سرکیسهشون میکنه و اینو نمیفهمن. بازم گفتم صبر کن، عجله نکن، برو گوگل سرچ کن ببین چی پیدا میکنی. یعنی این اسم نوو رو با هر شکلی که بگی ما زدیم، هیچ چیزی که مربوط به این پیج و این محصول باشه نیاورد. نوو خالی زدیم، نوو اویو زدیم، نوو ارگانیک زدیم، هیچ کدوم اینا ربطی به این محصول اینا و این شرکت نداشت. یعنی این کمپانی معتبر آمریکایی یه سایت به اسم خودش نداره، پیج اینستاگرام هم که نداشت. تو همین پیج فارسیه آدرس یه سایت رو نوشته بودن به اسم نوو. یادتون نمیخواستیم آیدی بسازیم مثلا ایمان با یه دونه ای قبول نمیکرد، دو تا سه تا ده تا ای میذاشیم تا قبول کنه؟ اینا اسم سایتشون اونجوری گذاشتن. آخه مگه ممکنه اسم برند یه کمپانیه شما نشین نوو؟ خنده‌دار نیست؟ اینجا مطمئن شدم داستان کمپانی هم شروره، مثل سایتش کاملا دکوری بود، مثل مدرکش که آنلاینه. البته انقدر دیگه واقعا همه چی واضح بود من نرفتم پیگیر اون دیگه نشدم، وگرنه فکر کنم اصلا مدرکی در کار نباشه. خلاصه رفتیم تو این سایتی که خودشون نوشتن، آدرس، تلفن، ایمیل، مجوز، هر چی که بگیر رو رفتیم چک کردیم با بچه‌ای که آمریکا بودن. همه چی دکوریه، همه چی الکیه، نشون به این نشون به اون خطایی که نوشته شدن. تو روزا و ساعتهای مختلف زنگ زدیم، یکیشو که اصلا کلن کسی جواب نمیده، یکیش هم میره روی وایس میل، خطم متعلق به یه دختری به اسم ربکاست. پس این محصول خیلی بو داره و داستان به این سادگی نیستش که چون خودم دارم استفاده میکنم به شما هم معرفی میکنم. حالا تو همین هنگ یه خانومی رو پیدا کردم که این خانم اتیکتیان تمام محتواشو از اون کپی میکنه، حتی مدل لباس پوشیدنش. الان تا اینجای ویدیو براتون کافیه، متوجه شدیم با شالاتان طرفیم یا نه؟ اگر از این کاراگاه بازی من خوشتون اومده 15 ثانیه وقت بذارید، ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت هم بذارید، مثلا بنویسید عجب شالاتانیه، خوب موچشو گرفتی. 15 ثانیه‌تون از همین الان شروع شو. منو نگاه نکنید، برید کامنت بذارید. برو یه چیزی بذار دیگه، یه لایکی بکن، کامنت بذار. 10 ثانیه و خب دمتون گرم، مرسی. و یادتون باشه همیشه از محتوایی که خوشتون میاد حمایت کنید. بریم سراغ ادامه ویدیو. البته اینم بگم ها، خیلی ها بودن که چشم بسته دنبالش نمی کردن و تناقض توی حرف و رفتارشو میفهمیدن، بهش اعتراض میکردن، کامنت میذاشتن، یا بلاکشون میکرده یا کامنتاشونو پاک میکرده. مثلا این که میگه خودتون اونجوری که هستین دوست داشته باشین، اما خودش یه عالمه عمل زیبایی داره، یا عکسایی که میذاره توی پیجش تمام پر از روتوشه. یعنی بچه‌ای که تو کار عکاسی هستن میفهمن این عکسا چقدر روتوش داره. یا یه ویدیویی داره راجع به اینکه آدمایی که فخر فروشی میکنن دنبال نکنید، بعد خودش حالا نمیدونم ماشین قرضی بود، اجاره بود، یا اینقدر از مردم پول در آورد بالاخره رفتن یه ماشین خریدن، خودشو خفه کرد انقدر فیلم و عکس گذاشت. یه پستم گذاشت که دیگه عقده بودنشو قشنگ به همه نشون بده. یعنی من میخوام ببینم تو این عکس هدف اگر نشون دادن ماشین نیست چیه. چند تا تیکه بامزه تو این متن نشست، بریم با هم بخونیم. وقتی به پشت سر که نگاه میکنی، شاید اینجایی که ایستادی و زندگی میکنی رو به این زودیا تصور نمیکردی. خب البته منطقیه، چون اصلا به این نقطه رسیدن از راه راست سریع اتفاق نمیفته. اما زندگی یک نقشه راه ساده برای رسیدن به موفقیت داره، دقیقاً سر مردم کلا گذاشتن. ولی همچنان در ذهنت آرزوهاتو دنبال کنی و براشون قدم‌های کوتاه و لاک پشتی هم شده برداری، دقیقاً مثل کاری که شما کردی، پله پله پازلا رو چیدی کنار هم تا به اون هدفی که داری برسی. باید جسارت کنم و برم تو دل کارهایی که قبلا تجربهش نکردم، باید از خلاقیتم بیشتر کمک بگیرم و راه جدیدی ایجاد کنم. البته خلاقیتی که واقعا تو این قضیه نبود، کپی کردن یه سری ویدیوهای خارجی
و دست گذاشتن روی نقطه ضعف زنای ایرانی دیگه. خیلی خلاقیتی نداشتی البته، خلاقیت شما جای دیگه بود. خب بریم برای آخرین تیکه پازل این ویدیو رو ببینیم. سلام، من فرنام. صداشو شنیدین؟ یعنی الان صداشو میتونید تشخیص بدین؟ من تصویر رو حذف میکنم، یه بار دیگه خیلی خوب به صدا گوش بدین. سلام، من فرنام. حالا به این ویدیو که میذارم با دقت نگاه کنین. الان من یه دونشو الان پاره کردم، میبینی این از همون قدیمیاست که میگم جنسشون خوبه، چاپش خوب بوده و این به نظرم نمیاد که روش سلفون خورده باشه، یعنی خود کاغذش اصلا این شکلیه براقه، چون سلفون هم نداره، چون خیلی راحت پاره شد. میبینین؟ بله گرخیدین. نه منم اولین بار که دیدم برگام ریخ. یه آدم چقدر میتونه پست باشه؟ اون داروها، داروی لاغری، مردم اینا رو میخورن، سلامتیشون تأثیر میذاره. بعد از اون طرف میاد اتیکت رفتاری نمیدونم آموزش میده به مردم، زنان موفق، زنان آلفا. اون اول ویدیوهاتون رو بهتون گفتم اون کسی که پافشاری روی اینجور موضوع میکنه آدم نرمالی نیست. اینجا ثابت شد دیگه. فکر میکنم واقعا همه چی واضحه، اما اگر کسی هستش که با دیدن این موارد خودشو میزنه به نفهمی، واقعا به نظرم لیاقتش اینه که از سمت همچین آدمای مورد سوء استفاده قرار بگیره. سوء استفاده فقط جنسی نیست، شما وقتی این آدم رو دنبال میکنی، بهشون اعتماد میکنی، در طول روز استوریاشو میخونی، باش داری زندگی میکنی، روح و روانت در معرض یه خطری قرار داره که حالیت نیست. زن مستقل اینطوریه، زن قدرتمند اونطوریه. و نکته جالب اینه هیچ کدوم از زنهای قدرتمند، خانمهایی که موفق هستن، اینجور محتوا و اینجور آدم ها رو دنبال نمی کنن، چون این شخصیت ها و این محتوا ها دقیقا برای آدم های ضعیف جذابن، آدم هایی که پذیرفتن مستقل نیستن، قدرتمند نیستن و دوست دارن با دنبال کردن این آدم ها، با شنیدن این حرف ها احساس بهتری داشته باشن. پس مخاطب هدفش رو درست انتخاب کرده، محتوایی تولید کرد که این آدمای ضعیف و ندید بدید خوششون بیاد، بپسندنه. چه جوری سوار ماشین بشین، چه جوری قاشق چنگال دستتون بگیرین، چه جوری پیتزا بخورین. واقعا احساس میکنم این کلمه ندید بدید نمیتونه حق مطلبو ادا کنه، ولی نمیخوام از یه کلمه دیگه هم استفاده کنم، باز به یه گروهی بر میخوره. ولی خلاصه روی مغز مخاطبش خوب کار کرد، از آموزش چه جوری پیتزا بخورید رسید به اینکه چه جوری زن موفقی باشید. یعنی کاملا برنامه‌ریزی شده، پله پله رفت جلو تا خودشو برسونه به یه جایگاهی که بعدش بتونه یه محصولی که اصلا معلوم نیست چی توشه رو به مردم بفروشه. مخاطبم که خدا رو شکر همینجوری بدون علم و آگاهی دنبال رو. این عکس ها، سفارشایی که توی یه روز استوری کردن، تعدادشون ببینید واقعا کم نیست. من اگر جای آدمایی بودم که این محصولات رو می‌خریدم و این ویدیو رو می‌دیدم، همین ویدیو رو با این محصول رو برمی‌داشتم می‌رفتم پلیس، از این آدم شکایت می‌کردم. به نظرم میشه از طریق اینترپل پیگیری کرد، چون داره یه محصولی رو می‌فروشه که با سلامتی و جون مردم در ارتباطه. ولی از حق نگذریم، ایشون مارکت ایرانی و سوء استفاده از سادگی و خریت مخاطب بی‌سواد ایرانی تو شبکه‌های اجتماعی رو عالی بلده. چقدر از تو لجنم بدم میاد. راستی نکته ای، یه خانومه با اتیکت هیچ وقت سر مردم کلاه نمیذاره. تا یه ویدیوی دیگه، فعلا خداحافظ.